فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. درود بر همه شما دوستان خوب و نازنینم. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد، سلامت و پر از انرژی های مثبت باشید. با نمونه سوالات کتاب سلامت و بهداشت پایه 12 کلی رشته ها در خدمت شما عزیزان هستیم. فصل 5، پیشگیری از رفتارهای پرخطر، استعمال دخانیات و اختلالات مصرف مواد. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. درس 11، مصرف دخانیات و الکل. بزرگترین عامل مرگ و میر در قرن 20 چیست؟ دخانیات. پرمصرفترین انواع مواد دخانی در سراسر جهان است. سیگار. مواد تشکیل دهنده اصلی سیگار را نام ببرید. توتون همراه با کاغذ و فیلتر و برخی افزودنی ها. مضرترین مواد سمی موجود در مواد دخانی کدامند؟ نیکوتین، قطران یا تار، آرسنیک، سیانیدریک اسید، جوهر بادام تلخ، مواد رادیواکتیو یا پرتوزا، آمونیاک و کربورهای هیدروژن. سمی شدیداً کشنده و همان ماده اعتیادآور دخانیات است. این ماده سبب انقباض عروق داخل بینی و فلج شدن حرکات مژک‌های داخل بینی شده و در تشدید سینوزیت و التهاب نواحی گوش و حلق و بینی سهم بسزایی دارد. همچنین باعث افزایش بروز سکته قلبی و افزایش قند خون می شود. نیکوتین. یکی از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت‌ها به ویژه ریه در جریان استعمال دخانیات است. آمونیاک. آیا می‌دانید هر سال چقدر برای دخانیات هزینه می‌شود؟ بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت، سالانه بیش از 10,000 میلیارد دلار برای دخانیات در جهان هزینه می شود. بیماری های منتقله بر اثر استفاده مشترک از قلیان را نام ببرید. از جمله این آلودگی ها می توان به اگزمای دست، انتقال عفونت‌هایی از قبیل بیماری‌های دهانی، سل، ویروس تبخال و هلیکوباکتری، عامل زخم معده و غیره اشاره کرد. برخی از مهمترین عواملی که نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می‌دهد را نام ببرید. باور غلط به جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن،
احساس کاذب مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن، باور غلط اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان، الگو برداری غلط و منفی از هنرپیشه‌ها و افراد دیگر، الگو برداری غلط و منفی از مصرف دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی، باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و استراب، تقویت ذهن و هضم غذا می شود، ساده انگاری و برداشت نادرست در مورد مصرف قلیان به عنوان یک ماده دخانی کم خطرتر از سیگار، در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی و ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی. دود دست دوم به چه معناست؟ گاهی افراد خودشان مصرف کننده دخانیات نیستند ولی در معرض تنفس دود دخانیات قرار می گیرند که به آن دود دست دوم گفته می شود. دود دست سوم چیست؟ بوی سیگاری که در محیط پراکنده می شود و لوازم منزل را در بر می گیرد دود دست سوم نامیده می شود. الکل چیست؟ الکل ماده شیمیایی است که هم بر عملکرد جسمی و هم بر عملکرد روانی افراد اثر منفی می گذارد. الکل یک ماده اعتیادآور است و مصرف الکل یکی از مشکلات امروزی جوامع بشری است. آثار زیانبار مصرف مشروبات الکلی را بنویسید. الکل می تواند در بدن هر فرد تأثیر منفی متفاوتی بگذارد. با افزایش غلظت الکل خون، فرد مصرف کننده در معرض مسمومیت با الکل قرار گرفته و متعاقب آن آثار منفی روانی و فیزیولوژیک بیشتری را تحمل می کند. بارزترین اثر فوری مصرف الکل چیست؟ اختلال در سیستم اعصاب مرکزی. یکی از شایع‌ترین آثار بلند مدت مصرف مشروبات الکلی بیماری سیروز کبدی و سرطان است. کبد چرب چیست؟ در این بیماری کبد کالری‌های اضافه بدن را تبدیل به چربی کرده و در خود ذخیره می‌کند. وضعیتی که به آن کبد چرب میگویند. دوستان عزیز، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم چه پروازکنان مثل عقاب و چه سینه‌خیز مثل لاک‌پشت همیشه و همیشه رو به جلو باشید. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند شما ابوذر حسنوند عموزاده.